یکی از سوالایی که همیشه ازم پرسیده میشه اینه که ببین به نظرت سخت افزار من الان توانایی انجام یک کار جدید رو داره یا نه، میکشه مثلا من یک کار بزرگ سینمایی بگیرم یا نه. تو این درس حالا با هم میبینیم که چجوری شما میتونید تست بکنید سخت افزار خودتون رو و چجوری میتونید خودتون خیلی راحت ببینید که میشه این کار کرد یا نه. اولین مورد اینه که اکثرا الان که سی پی یو آماده برده خیلی سریع شدن، بیشترین چیزی که درد سر ایجاد میکنه هارد شماست. یعنی یه اصطلاحی هست بهش میگن باتل نک به انگلیسی یا گلوگاه بطری، که معمولا شما اگه یه حجم زیاد اطلاعات داشته باشید یهویی بخواید اونها رو تخلیه بکنید، این پایین بودن سرعت هارد شما دقیقاً کاری رو میکنه که اینجا این گلوگاه انجام میده. یعنی درسته که سی پی یو مادربرد شما میتونه اینقدر دیتا رو محاسبه بکنه در آن واحد، ولی چون سرعت هارد پایینه اینا گیر میکنن اینجا. خب حالا الان ما میخوایم تست کنیم ببینیم چجوری میشه متوجه شد که سخت افزار شما چه توانایی داره. شما برای این کار به دو تا نرم افزار نیاز دارید، یکی یه سیستم یا نرم افزار برای تست هاردتون و تست سیستمتونه که بتونید از آجا سیستم تست استفاده بکنید، یا بلک ماجیک دیسک اسپید تست، جفتشون هم یه کار انجام میده. و یه نرم افزار هم میخوای برای اینکه ببینید حجم دیتاتون چقدر خواهد بود که از آجا دیتا کالکولیتور میتونید استفاده بکنید. این دوتا رو شما زمانی که نصب کردید یه همچین چیزی میشن. حالا اینجا من اصلا این سفر رو ببندم، اینم فعلا هایت کنیم، اینم ببندیم. اینجا من دوتا هارد دارم، میخوام ببینم کدوم یکی از اینا برای تدوین مناسب تره. اولین کاری که شما میکنید اینه که میایید اینجا هارد انتخاب میکنید، مثلا MacHD Disk Read and Write Start. حالا اینجا برای شما یه تست میزنه، سرعت هاردتون رو به شما میگه که سرعت رایت هم این هارد اینقدره، سرعت ریدش اینقدره. تفاوتش هم توی اینه که سرعت رید شما به زمانی مربوط میشه که شما میخواین تدوین کنید و تصاویرتون رو توی هارد ببینید. خوندن اونا برای زمانی که این هارد میخواد این تصویر رو نشون شما بده، ولی نوشته شدنش یا رایت برعکسشه. مثلا شما توی فاینال کات میخواین یه چیزی رو رندر بکنید، حالا میخواد اون فایل رو بنویسه روی هارد. به خاطر همین بیشترین مواردی که شما کار باهاش دارید این سرعت ریدتونه و اون یه مقداری مهمتر از سرعت رایتتونه، چون اصولا حالا 99% کار تدوین به این رید مربوط میشه نه رایت. خب حالا من میخوام ببینم این هارد من چه ظرفیتی داره و چه توانایی داره. اینجا به طور مثال من میخوام ببینم اگه تصاویر HD داشته باشم با پرورز 422 پرورز عادی، حجم اونا و فریم ریت من 25 فریم در ثانیه باشه، حجم چقدر میشه؟ میگه شما اگه تصویر HD داشته باشی 25 فریم در ثانیه و پرورز 422، 17 مگابیت در ثانیه حجم تبادل اطلاعات خواهد بود و شما مینیمم 17 مگابیت در ثانیه نیاز داری به سرعت هارد. حالا اینجا من سرعت ریدم 40 تقریبا 39، طبیعتا از این خیلی بیشتره. پس روی این هارد من میتونم کار HD انجام بدم که کودکش پرورز باشه. اما اگه پرورز من به جای 422 پرورز 444 باشه چی؟ حالا اینجا میاد میشه 38.71، این خیلی نزدیکه الان به سرعت هارد من. طبیعتا شما اگه دو تا ترک داشته باشید، سه تا ترک داشته باشید که اونا رو بخواد همزمان بخونه، این هارد ممکنه یه مقداری کم بیاره توی اون کار. هارد اکسترنال من چطور؟ حالا من اینجا میتونم بیام هارد اکسترنال رو تست کنم. هارد اکسترنال من 24 سرعت رایتشه، 33 سرعت ریدش. طبیعتا هارد اکسترنال من هم خیلی کنده برای این کار. خب اینجا شما به همین راحتی میتونید ببینید که هاردتون تا چه سقفی و تا چه حدی کشش انجام کارهای شما رو داره. من اگه اینجا بیام بگم مثلا حالا میخوام کار 4K بکنم،
که طبیعتاً خیلی بیشتره. بذارید من دور برگردم اینو رو همون هارد سریع‌ترم که هارد داخلیم بود. اینجا اینو میذارم روی 4K Red و کودک خود رد کود 42. همونطور که شما میبینید این رد کود خیلی باز نزدیک به این سرعت هارد. اینه که ممکنه مقداری مشکل ایجاد بکنه و ممکنه نشه راحت این کار رو انجام داد. حالا اگر شما بیاید اینجا بگید به جای رد کود من میخوام از پرورز عادی استفاده بکنم چی؟ خب قضیه خیلی بدتر هم میشه. اینجا دیگه شما با توجه به اینکه 78 هست این عدد و خیلی از این سرعت رید بیشتره، تقریبا دو برابرشه، دیگه مسلما زمانی که میخواید تدوین کنید و کار بکنید تصویرتون تیک میفته بین کار. دیدید که زمانی که میخواید تدوین بکنید تصویر اصطلاحا سکسکه میکنه، هیکاپ میزنه، این هی گیر میکنه تصویر رو چیز میکنه. این دقیقا تضمین اینه که شما تصویرتون هیکاپ خواهد داشت. حالا به غیر از این شما یه به غیر از تصویرتون صدا هم بعد اضافه بکنید بهش. اینجا شما میتونید ببینید که حجم مثلا اگه 8 تا کانال صدا داشته باشید و سمپل ریتشون مثلا 16 بیت در ثانیه باشه و 44 کیلوهرتز، شما اینجا باید یه چیز حدود حالا مثلا 780 کیلوبایت هم به این اضافه بکنید که طبیعتا سخت‌تر هم میکنه کارو. اینه که شما از این طریق راحت میتونید تست بکنید. حالا یه بخش دیگه ای داره که الان من توی فاناکات اون قسمت و خدمت رو توضیح میدم. حالا توی فاناکات من دوتا کلیپ دارم، یکیش این بیکریه، یکیش بیچ هست و جفتشون هم 5K هستن، 5K هستن. این چون 4800 در 2700 و خیلی نزدیک به 5000، 5K به حساب میاد اصطلاحا. حالا من اگه بخوام اینو پلی بکنم چه اتفاق میفته؟ شما همونطور که میبینید سیستم اشکش در میاد تا بخواد اینو پلی بکنه، اصلا نمیتونه تقریبا پلی بکنه. یکی از دلایلش حجم زیاده و اینی که من هاردم نمیتونه این حجم رو پلی بک بکنه. یکی از دلایلش هم اینه که اصلا خود کودک رد کود خیلی فشار میره به سیستم و دیکود کردنش اصطلاحاً برای سخت افزار خیلی سخته. خب چیکار میشه کرد؟ شما میتونید بیاید از اپتیمایز میدیا یا پراکسی میدیا استفاده بکنید. راه حلش اینه، شما اینجا دو تا آیکون کوچولو دارید نشون میده که شما نه اپتیمایز میدیا دارید نه پراکسی میدیا. پراکسی میدیا اپتیمایز میدیا میاد برای شما این کده که رد کد رو تبدیل میکنه به کده که پرورز 422 یا پرورز پروکسی. خب حالا ببینیم اگه ما اینو بکنیم پرورز پروکسی یا پرورز 422 چه اتفاقی میافته. فرض کنید که من الان اینجا این تصویر 5K امو یا حالا همین 4K رو بکنمش پرورز 422. این پرورز عادی که HQ 444 نیست، این همین معمولی اینجا، این همون در واقع 422 میشه 100 مگابیت. هنوز هارد من خیلی 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 سرعتش پایین تر از اون چیزی که بتونه اینو پلی بک بکنه. اما اگر بکنمش پرورز پروکسی چطور؟ میشه 30 مگابیت. یعنی ما اینجا اگر حتی 5K داشته باشیم 25 فریم در ثانیه ولی کودکمون پرورز پروکسی باشه، حتی همین هارد کندم جواب میده برای این کار. خیلی از وقتا ممکنه واقعا این مشکل شما داشته باشید، بگید که آقا مثلا من چون یه فیلم با یه بودجه کوچولو رو دارم کار میکنم، نمیارزه اصلا بخوام برم یه هارد SSD چون خیلی خفن بگیرم که این کارو باشه انجام بدم، همین هارد خودم رو باید یه جورایی بالاخره باش مدارا بکنم. حالا اینجا شما میخواین از این دوتا کلیپ که خیلی چغرن، هم کده که خیلی سختی دارن، کده که ردرا دارن، هم چون هم رزولوشنشون بالاست تا 5K، میخواید پروکسی درست بکنید. خیلی راحت میتونید جفتشون انتخاب بکنید با یه رایت کلیک کوچولو و ترانسکود میدیا. اینجا بگید که من میخوام فقط برام پروکسی میدیا درست بکنید، اپتیمایز میدیا کاری ندارم، چون اپتیمایز میدیا همونطور که شما الان میبینید
پرورز 422 درست میکنه که بازم برای این هارد سنگینه با ابعاد 4K. اینی که من اینجا create proxy media رو میزنم، اوکی میزنم. خب حالا این ترانسکودینگش تموم شد. من اگه بیام اینجا این کلیپ رو انتخاب بکنم و بیام توی اینفو، شما میبینید که یه آیکون سبزی جلوی این پروکسی اضافه شد، نشون میده به غیر از اوریجینال ما پروکسی هم داریم. همونطور که خاطرتون هست عمدن اپتیمایز رو ما نزدیم چون پرورز 422 درست میکنه که برای ما سنگینه، برای این کار مناسب نیست. این یکم باز به همین شکل باز این پروکسی هست. حالا من اینجا میام این پلی میخوام بکنم اینو. اجازه بدید اینم اصلا ببندم که یه ذره بزرگتر ببینیم اینجا تصویر پنکیمون حداقل یه ذره بهترم دیده بشه. همچنان شما میبینید که این سکته داره، مشکل داره. خب شما میگید که این همه کار کردیم چه فایده. اینجا شما باید حتما بیایید توی ویو اینجا مدیا رو از اپتیمایزد بذارید روی پروکسی. حتما بعد این کار رو انجام بدید. اگر شما روی پروکسی نذارید همچنان از اون تصویر اصلی شما استفاده میکنه که رد را هستش. حالا یه بار دیگه با همین کار بکنیم، یه بار پلی بکنیم ببینیم چی میشه. شما همونطور که ببینید راحت الان این آب خوردن حتی تصویر 5K رو داره پلی بک میکنه این سیستم من، با وجودی که من همزمان دارم رکورد میکنم، همزمان دارم اسکرین کپچر میکنم و حالا خودش 5K که خیلی تصویر بزرگی، یعنی 5K واقعا اونقدر تصویر کوچیکی نیست. شما تصورشو بکنید هر یه فریمش مثلا یه چیز نزدیک 18 تا 20 مگاپیکسله. اینه که با یه همچین کلکی و با یه همچین کاری شما به راحتی میتونید دیگه همه اون فرایندای بدبختی، اینی که نه من اینو اول HDش کنم بعد بیارم توی تایملاین HD کار کنم، بعد چه میدونم همه اونا رو بیارم کپی پیست کنم توی تایملاین، موقعی که کارم تموم شد از توی تایملاین HD اینا رو کپی کنم پیست کنم توی تایملاین 5K، بعد در نهایت 5K خروج بگیرم، تمام اون دردسرا رو میتونید فراموش کنید با همین یه تکنیک ساده و خیلی راحت دیگه این کار جواب میده و میتونید ادیتتون رو انجام بدید. همونطور که اینجا شما میبینید این حالا 39 خورده ایه. یه امای خیلی بزرگ اینجا هست. اون اما چیه؟ زمانی که شما بخواید اصلاح رنگی چیزی انجام بدید، به طور مثال من اگه این انتخاب بکنم بیام بخوام اصلاح رنگ انجام بدم، مثلا اینم ببندم، به محض اینکه من بیام کوچکترین کاری تو زمینه افکتی یا اصلاح رنگ اینجا انجام بدم، کل این تصویر من قرمز میشه، دوباره پلی بکش مصیبت میشه، حالا یا یه خورده کنتر میشه، ولی اینجا نشون میده که من رندر نیاز دارم. علتش اینه که کارهایی که به افکت مربوط میشن اصولا رندر میخوان زمانی که شما حالا کار روش انجام میدید. درسته که هنوز تقریبا خوب و راحت داره پلی بک میکنه ولی طبیعتا دیگه ممکنه به رندر نیاز داشته باشه. یه نکته دیگه هم هست زمانی که شما دارید با پروکسی کار میکنید. اگر من اینجا کامند جی رو بزنم، این پروژکت پراپرتیز شماست یا همون کامند جی، اگر شما اینجا مودیفای سیتینگ رو بزنید و بخواید کیفیت رندرتون رو عوض بکنید، اینجا شما میبینید که قفل شده روی پرورز پروکسی، میگه اصلا شما نمیتونید عوضش بکنید، همین پرورز پروکسی هست که هست، اصلا نمیتونید دست بهش بزنید. به خاطر اینکه الان ما تو مود پروکسی هستیم. اگر شما بخواید اینو تغییرش بدید دوباره باید بیاید توی اپتیمایز و اینجا دیگه حالا میتونید الان کدکتون رو عوض بکنید. طبیعتاً دوباره این با این رزولوشن با این کدک دردسر خواهد شد برای این سیستم، به خاطر همین من برمیگردم روی همون پروکسی. فقط امیدوارم این همه رفت و برگشت و بالا و پایین و اینا خیلی عجیب نبوده باشه و خیلی شما رو گیج نکرده باشه نحوه تدریس من. خب اینم از روش اینی که شما ببینید هاردورتون چقدر ظرفیت داره، چجوری میشه تستش کرد، اگر کشش نداره چجوری حالا از روشی استفاده بکنید که حتی از یه لپتاپ قدیمی هم بتونید استفاده بکنید برای کار تدوین حتی 5K.
و در نهایت این نرم افزار دیتا کالکولیتور یه چیز کوچولو این پایین داره که خیلی به درد میخوره ولی خیلی ازش استفاده نمیکنن عموما. اونم اینه، شما فرض کنید که یه سری برای شما قرار راش بیارن، رد کد به طور مثال 8:1، یا اصلا بذارید من بگم که پروریز 444 تو خیلی از کارا الان اینجا از پروریز 444 استفاده میشه به طور مثال تو همین فیلم فوکوس، و حالا شما میخواید ببینید به ازای راشی که قرار بیارن شما چقدر هارد نیاز دارید. هر یک ساعتش اگر 4K باشه پروریز 444 میگه 800 گیگابایت جا نیاز داره. حالا ممکنه من بگم که 2K کاری که من میخوام انجام بدم، 4K نیست، و همونطور که شما میبینید اینجا میزنه که 152 گیگابایت میشه. 4K با اون حجم با 2K خب تفاوت خیلی زیادی میکنه، و همینطور که شما میدید اینجا حجمشون هم خب خیلی تغییر میکنه. اما من ممکنه بگم من مثلا 34 ساعت بهم گفتن که راش دارم برای ادیت این کار. حالا 34 ساعت چقدر میشه حجم من؟ 5 ترابایت. یعنی من اگر بخوام این کار رو انجام بدم طبیعتا مینیموم یه 6 7 ترابایتی هارد نیاز دارم، به علت اینکه نه فقط حالا خود راشم، رندرام هست، پروکسی سازیام هست و حالا الاخر چیزای دیگه. اینی که از این قابلیت خیلی کوچولو و خیلی عملا فسقلی که این پایین هست شما میتونید ببینید که چقدر هارد نیاز دارید، چقدر ممکنه هارد بخواید و اینا، اینه که این هم از اون چیزاییه که خیلی راحت نادیده گرفته میشه ولی خیلی میشه ازش استفاده کرد. ممکنه مثلا فرض کنید شما بگید من 60 ساعت راش دارم، اینجا شما میبینید که 9 ترابایت میشه. اینه که این عنوان آخرم یه همچین استفاده میشه ازش کرد. در نهایت من امیدوارم تمام این درس ما جوابگوی سوالات شما بوده باشه، و حالا اینی که چطوری شما بیایید اینجا مثلا فرض کنید محاسبه بکنید که مثلا کار شما 2K 25 فریم پروریز 444 یا پروریز 422، این محاسبات رو چجوری انجام بدید، این تست سخت افزارتون رو چجوری انجام بدید، و در نهایت اگر مشکلی بود چجوری اون رو از طریق خود فاینال کات حلش بکنید.